دادگاه درک شوین افسر سابق پلیس و متهم در پرونده مرگ جورج فلوید روز چهارشنبه در حالی ادامه یافت که شاهدان بیشتری در مورد آخرین دقایق پیش از مرگ او در دادگاه شهادت دادند برگردان گزارشی در همین زمینه روز سوم محاکمه درک شوین افسر سابق پلیس با شهادت چندین شاهد ادامه یافت چارلز مکملن گفت هنگامی که ماموران تلاش می‌کردند فلوید را در صندلی اتومبیل پلیس بنشانند او با احساس درماندگی سعی کرد او را آرام کند من سعی داشتم به او بفهمانم که وقتی مرتکب جرم می شود و وقتی که پلیس به تو دست زده دیگه چیزی به نام ترس از جای تنگ وجود نداره و باید همراه اونها بری دقایقی قبل از روی روی با پلیس فلوید در فروشگاه دیده می شود که یک 20 دلاری جلی را برای خرید سیگار به فروشنده می دهد کریستوفر مارتین کارمند فروشگاه شهادت داد که چگونه فلوید به نظر رسید تحت تاثیر مواد مخدر بود و با ادای کلمات مشکل داشت If he ازش پرسیدم آیا بیسبال بازی میکنه اما جواب اون طوری طول کشید که به نظر رسید تحت تاثیر مواد مخدره کالبوت کافی نیز وجود فنتانیل و مت انفتامین در خون فلوید را تایید کرد و وکیل مدافع شووین استدلال کرد که مصرف مواد مخدر روی سلامت فلوید اثر گذاشته بود یه سه روز گذشته چندین شاهد عینی از جمله نوجوانان از شوک دیدن صحنه فلوید در زیر زانوی پلیس در دادگاه شهادت دادند انتظار میرود این پرونده که اعتراض های گسترده علیه خشونت پلیس علیه سیاه‌پوستان را برانگیخت چندین هفته ادامه یابد